اما فعل بودن یا فعل زاین در زبان آلمانی، دوستان فعل زاین یا فعل بودن هم جز در واقع افعالی اولین فعلیه که ما باید توی هر زبان یاد بگیریم. یعنی باید اول یاد بگیریم که چطور باید بگیم هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند. خب دقت بفرمایید دوستان، فعل زاین تنها فعلیه در زبان آلمانی که مشتقاتش، یعنی فعلایی که ازش به دست میان، با اصل فعل تقریبا خیلی تفاوت دارن، ارتباط مستقیم نداره. حالا اینو انشالله در بحث فعل ها بیشتر توضیح میدیم. خب اما صرفش به چه صورت هست؟ من هستم، ایش بین، تو هستی، دو بیست، او هست. خب او میتونه ار باشه یا اس باشه یا زی باشه، ولی فعلشون که یکسانه چون هر سه یه معنی دارن. پس ار ایست، اس ایست، زی ایست. ما هستیم، ویر زینت. شما هستید، شمایی که چند نفرن، ایر زایت. دوستان معمولا دی که در پایان کلمه است به حالت ت تلفظ میشه، البته همیشه به این صورت نیست، ولی به حالت ت تقریبا تلفظ میشه برای اینکه تمیز داده بشه، مشخص باشه تلفظش. پس ویر زینت، ما هستیم، ایر زایت، شما هستید. و دوتا زی هم دوستان، یعنی زی به معنی آنها و زی به معنی شمای مؤدبانه، فعلشون یکسانه، یعنی زی زینت و زی زینت میتونه به معنی آنها هستند باشه یا به معنی شما که مؤدبانه هست باشه. مثلا من وقتی میخوام به یک نفر به صورت مؤدبانه بگم شما دانش آموز هستید، باید بهش بگم زی زینت این شتودنت، شتودنت دانش آموز، زی زینت این شتودنت، که این مثال ها رو در ادامه خواهیم داشت. پس تکرار میکنیم، ایش بین، من هستم، دو بیست، تو هستی، ار ایست، او هست، اس ایست، او هست، زی ایست، اوی مؤنث هست، ویر زینت، ما هستیم، ایر زایت، شما هستید، و زی زینت، آنها هستند، زی زینت، زی با اس بزرگ، یعنی شما صورت مؤدبانه هستید. خب دوستان این فعل، صرف فعل در واقع زاین بود، به معنی بودن. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.